و اما در مورد تعریف کلاس های جدید ما گفتیم زمانی که ما از کنسول اپلیکیشن استفاده می کنیم ما یک کلاسی به نام کلاس پروگرام داریم کلاس اصلی برنامه است این کلاس پروگرام ما دارای یک تابعی به نام تابع مینه حالا میگه متدی به نام متد مینه که نقطه شروع برنامه هاست یعنی هر چیزی که اینجا نوشته شه اجرا خواهد شد اما اصول شیگرایی به ما میگه که شما بایستی کلاس های مربوط به خودتون رو ایجاد کنید حالا ما میتونیم با دو روش اینها رو ایجاد کنیم یا بریم یک فایل مستقل برای کلاسمون در نظر بگیریم مطالب رو در داخل اونو بنویسیم که روش مطلوبیه یا میتونیم همینجا در داخل این نیم سپیسه ببینید این کلاس رو من ببندم زیر این کلاسمون رو تعریف کنیم پس یا من میتونم اینجا بنویسم کتام رو کلاس جدیدم رو اینجا تعریف کنم یا یک فایل جدیدی به برنامه اضافه کنم برای اضافه کردن یک فایل جدید بایستی بریم منوی پروژکت خب بعد از اونجا اد کلاس رو انتخاب کنیم اد کلاس رو که انتخاب کردیم حتما بایستی کلاس ما دارای یک نام باشه مثلا اسم اون رو کلاس تست خواهیم گذاشت خب پس اسمش رو کلاس تست بذاریم الان ما کلاسی داریم به نام تست که به پروژه ما اضافه شده پس کلاسی به نام تست داریم که به پروژه ما اضافه شده پس چطوری این کار رو انجام دادیم ببینید ما الان یک پروگرام رو داریم خب program.cs نام فایلمونه بعد اومدیم و من حالا اینجا براتون بنویسم رفتیم منوی پروژیکت بعد از اونجا add کلاس رو انتخاب کردیم اونجا کافی بود توی نام فایل فقط نام کلاس رو بریم سیم که من نوشتم test.cs الان این کلاس تست ما دقیقا به این شکله ببینید نیم سپیس همونه یعنی نیم سپیس ما همون کنسول اپلیکیشن حالا 7 اینجا بعد اینجا نوشته کلاس تست و هیچ چیزی هم در داخلش فعلا قرار نگرفته برای نمونه سازی یعنی برای استفاده از این کلاس ها بایستی ما نمونه سازی سازی کنیم و نمونه سازی ما به این شکل بود که نام کلاس رو می نوشتیم مثلا تست بعد نام نمونه رو می نوشتیم نام متغیر رو می نوشتیم مثلا او بعد در ادامه می نوشتیم مساوی نیو تست خب فعلا در همین حد بدونید تا برسیم به متدهای سازنده متدهای مخرب ببینیم که چطوری میتونیم پارامترهایی رو به هنگام نمونه سازی به داخل کلاس ارسال کنیم پس کلاس ما اسمش تسته کلاس تست فعلا داخلش هیچی نوشته نشده بعد ما در داخل فایل program.cs یا داخل کلاس پروگرام اومدیم و این عبارت رو نوشتیم نوشتیم متغیری به نام اوبی که از این به بعد به اون نمونه خواهیم گفت نمونه ما نمونه از کلاس تست خواهد بود